بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع حماسه 9 دی. 10 دی ماه 1396، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک یوم الله خدمت شما بزرگواران. خب ماشاءالله جمعیت سرازیره، یعنی ترس دارم کسی از جای بیفته پایین. بیرونم هستن، سلام، الحمدلله، خدا نکنه. خب من یه خورده میخوام رک و بی پرده صحبت بکنم و یه سری نکات رو محضر شما بزرگواران عرض بکنم. پیرامون همین عنوان همین جلسه هم هستش، منتها البته با ملاحظات، شلوغ کردن نیست. نه، بعد ما منطق داشته باشیم، عقلانیت پشت سر حرفامون باشه، انصاف باشه. این نکاتی است که ما عرض کنم. وقتی ما تاریخ رو بررسی میکنیم خوب نهایت داشته باشیم. خدا خیلی از قصه هایی که تو قرآن برای ما تعریف میکنه، اینا قصه نیستش که مادر بر بچهش تعریف کنه شب خوابش ببره. قرآن کتاب مختصره، موجز و مختصر. اگر داستانی رو آورد حکمت‌های فراوانی دون هست. قرآن انقلاب‌های زیادی رو مثال میزنه که به شکست منجر میشن. یکی از این انقلاب‌ها انقلاب حضرت موسی است. حضرت موسی در مقابل استکبار زمان خودش، در مقابل فرعون قیام میکنه. هیچی هم نداره، یه چوب داره، یه عصا. اون فرعون ذل اوتاده، فرعون صاحب هرم ها، صاحب آبلیسک ها، با یه چوب خدا میارش پایین. و اگرم بررسی بکنید تاریخ زندگی حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل رو که خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه یک ششم آیات قرآن ما در مورد ایناست. یک ششم از که هزار تا آیه در مورد ایناست. آیا محل توجه نداره؟ ببینیم این همه قصه اینا رو برای چی میگه خدا؟ خداوند متعال اینقدر عبا داره از اطاله کلام که خیلی جا اسم خیلی ها رو نمیاره، اما در ماجرای داستان حضرت موسی اسم میاره. نکته به شما بگم، نام حضرت موسی 136 بار در قرآن تکرار شد، خیلی زیاده. نام پیامبر خود ما 4 بار. این توجهی رو میطلبه. آقا رسول الله فرمود که هر آنچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در شما اتفاق میفته، هیچ شکی نکن. پس تعارف نداریم، نعل به نعل، قدم به قدم، شباهت شما با آنها مانند دو سر شانه است. دندونه های شونه همون اتفاق نید. سوسماری در بنی اسرائیل در سوراخی نرفت الا اینکه در بنی اسماعیل، در بین مسلمون ها هم همین اتفاق افتاد. پس اینا یه فعتب رو، یه عبرت باید گرفته بشه. فرعون با اون همه دبدبه کبکبه، با اون اسلحه، با اون ساز و برگ نظامیش غلطی نتونست بکنه. کاری تونست بکنه حضرت موسی رو؟ هیچ. همین خدا هم گفت فقط همین چوبتو بنداز، کاری نداشته باش. پس چی میشه که انقلاب حضرت موسی شکست میخوره؟ انقلاب حضرت موسی رو دو تا بحث میزنه زمین. یک، فساد اقتصادی قارون. دو، فساد فرهنگی اجتماعی سامری. هر دو تا هم اسم میبره. نکته جالبش هم اینه که هر دو تا هم هیچ ربطی به فرعون ندارن. با فرعون مرتبط هستن اما فرعونی نیستن. کان من قوم موسی، از قوم کیان؟ موسی. میگه قارون، بعضی میگن پسر عمه، بعضی میگن پسر خاله، چی حالا نسبت مختلف میگن. فامیل حضرت موسی بود، فامیل حضرت موسی بود. یا سامری که اون گوساله پرستی رو مت کرد، قارون اون کسی بود که پول جمع کرد. سامرون کسی که گوساله پرستی رو باب کرد، خوب بدونید از نوادگان حضرت یوسف پیغمبر بود. فکر نکنید یه نفری بود از کره مریخ اومده بود، یک نفری بود تو همون انقلاب حضرت موسی. تا آدم هست، تا نفس هست، تا پول هست، انحراف هست. این اتفاقاتی که در قوم حضرت موسی هم افتاده، ما که جای خود داریم. مگه اینکه ادعا بکنیم مثلا ما هیچ دیگه، خیلی جلوتریم اونا. از این خبرها هم نیست، هیچ تعارفی نداره. هر امتحانی از اونا گرفته شده از ما گرفته میشه.
جوری قارون پولدار شده بود، حالا پولدار شدنش زیاد مهم نبود، خود خدا میفرماد ما بهش داده بودیم، آتیناهم من الکنوز، ما بهش داده بودیم. این کنز از واژه فارسی گنج گرفته شده. میگه جوری پولدار شده بود که صندوقچه های طلایی که این پر طلا داشت، کلیداشو، این صندوقچه صندوقچه ها رو که جمع میکردن کنار هم، قوی ترین مردان بنی اسرائیل بعد جابجا میکردن، میخوان تو کیسه های مردای قوی هیکل بعد جابجا میکردن، یعنی انقدر پولدار شده. این شروع کرد جلو مردم با پولش مانور دادن، جلو چش مردم رفتن، آروم آروم ذهنیت مردم رو ریخ به هم. خوب دقت کنید، من دارم این مثالی میزنم که به خودمون برسم. جلو چش مردم رفتن، تو خیابون که راه میرفت از ریشش در و یاقوت و گوهر آویزون میکرد، چهار نفر آدم زیر تختش رو میگرفتن بهشون پول میداد میبردنش این طرف اون طرف، لباسهای آنچنانی تنش میکرد. ها؟ جوری شد قرآن میفرماد مردم وقتی قارون رو میدیدن میگفتن انه لذو حظ عظیم، خوش به حالش، چه حالی میکنه، خاک تو سر ما که چسبیدیم به موسی و پا انقلاب موسی وایستادیم، کلا اون پس آف مرکه. ببین بارشو بست، ببین لباسشو، ببین اموالشو. برخورده با یه همچین کسی چطور بود؟ توسط خداوند متعال بسیار قاطع. خود قارون آشو با جاش با ثروتش کرد تو زمین. یعنی عاقبت قارون چی؟ رفت تو زمین. یه پندی هم در این هست که اینقدر پول جمع نکنید تاش میرید زیر زمین، اینقدر دنبال زمین خاری نباشید آخرش میتو همون زمین، اینقدر زمین خاری نکنید آخر زمین میخوردتون، هممونو میخوره زمین. میگه زمین آدم خور و آدم زمین خار، نه این زان و نه آن زین دست بردار، نه این اونو ول میکن نه اونو، زمین دار زمین خار زمین گیر، نشد تا در زمین شد از زمین سیر، تا تو زمین نرم ول نکن. تهش هم چقدر؟ دو متر میخوایم جا دو متر کفن. الان جا قبر بابای بابا بزرگت نمیدونی کجاست، این نسلی قبر ما هم نمیدونن کجاست، بچه های خودمون بهتون بگم. تمام به تا خاطرات میپیوندی به ایش که یادش نمیاد، تو میمونی و وبال اعمالت که اونجا گردن تو میگیره، مال مردمایی که خوردی و اینا. اونهایی هم که از بیت المال ارتزاق میکنن، فرقشون با بقیه اینه که یک نفر رفته 1 میلیارد تومان یه نفر پول دزدیده، اون دنیا جواب کی باید بده؟ همین یه نفر. اونه که بیت المال میدزدن جواب چند نفر باید بدن؟ 70 میلیون آدم. من به شما بگم اون دنیا مادر بچهشو نمیشناسه. یوم یفر المرء من اخیه، آدم از دست داداش خودش فرار میکنه. 70 میلیون خیرتو میگیرن، میگن نفر 1000 تومان سهم ما بوده بده، مثلا نفری 10000 تومان سهم ما بوده بده. آدم میگه ای کاش با یه نفر طرف بودم. ها؟ اینهایی که سراغ بیت المال المسلمین میرن احمقن. این شجاعت نیست، این عین تحور و خریت است. تو ببین با کی داری برمی‌ری؟ 70 80 میلیون آدم می‌ریزی سر خودت. خیلی خیلی جیگر میخواد به خدا قسم مثلا من یه امضای کنم یه پول از اینا برم. اول ابتدای ماجرا برای شما بگم، می‌خواستن آیه رفیق دوست تعریف می‌کنه، میگه می‌خواستن فرمانده سپاه انتخاب کنن. 3 تا گزینه داشتن، 1 کلاه دوز، 2 محمد بروجردی، 3 محسن رضایی. آیه رفیق دوست میگه رفتیم سراغ کلاه دوز، شهید کلاه دوز، نفر اولمون بود، گزینه اولمون بود. میگه رفتیم سراغ ایشون، در زدیم توی کجا بود، حالا من حضور ذهن ندارم. میگه در رو که باز کردم، میگه دیدم یه عبا انداخته رو دوشش، تو سجاده نشسته، به پهنای صورت داره اشک میریزه. میگه تا منو دید جستی زد بلند شد، این قرآن رو تو دستش گرفته بود، اومد جلو من دست و پاش میلرزید، قسم گفت من و تو با هم رفیقیم، قرار نبود این کارو با من بکنید. اشک میریخ که چی؟ بگید مسئول نشه. میگه اینقدر به قرآن قسم هم داد، گفتم باشه باشه قرآن رو میکش کنم. میگه رفتیم سراغ محمد بروجردی، میگه محمد بروجردی تا اومد یک کاغذ دادن، گو امضا کنید میخوام برم. گفتن چیه؟ گو هیچی دیگه، حکم بزنید میخوام برم کردستان. کردستان ریخته بود به هم، این مملکت شرم شورباهای رو گذرونده، وضعی بوده. گو میخوام برم. گفتم بابا تو گزینه چیز؟ گفت ول کنید شما، من تضمین بدید تا 24 ساعت دیگه من زندم، حکم امام رو زمین نمیمونه.
میگه اونم اینطور. این یعنی تو یک نگاه اسلامی باید بری دنبال یه نفر بگردی به زور بیاد چی بشه مسئول؟ مسئول یعنی چی؟ مورد سوال، مورد خواسته، ازت میپرسن. مرحوم سید احمد میگه من امام اون دنیا دیدم، در خواب دیدم. گفتم آقا این طرف اوضاع چطوره؟ میگه که امام گفت فقط در همین حد بگم، دارن از من میپرسن رو بالکن جماران که میومدی چرا برای سمت راستی سه بار دستو تکون دادی، برای سمت چپی دو بار؟ چه فرق بود بین این دو تا؟ هر کی بامش بیش برفش بیش. مسئول شدن در نظام اسلامی جیگر میخواد، شجاعت هم میخواد. یک جام همه بگم ما بریم کنار کارا بمونه، اونم هنر نیست دا. از این برم بگیم یکی باید بیاد کارا بالاخره دست بگیره دیگه ها. اون طرف هم بگیم در نظام اسلامی اگر من بدونم کسی از من بهتره باید خودم برم سراغش، اگر بدونم از من کسی بهتر وجود داره خودم قبول نکنم. من حقیر سر و پا تقصیر، تا الان هیچ مسئولیتی در این مملکت قبول نکردم، استخدام هیچ جایی نیستم، از هیچ جام حقوق نمیگیرم. هر کی تونست پیدا کنه بگه ما یه جا حقوق بگیریم، چون نمیگیرم. یکی از اصلی ترین دلایلش ترسه، یعنی من به این شجاعت خودم داده بیدادم سر اسرائیل و فلان فرقه و به همان چی و اینا همه میکنم و تو اون بحث هیچ ترسی ندارم، تو اینجا میترسم، از عاقبت هم بیشتر میترسم، نگرانم، نگران اون دنیا من. حواسمونو پس جمع بکنیم. چنان این طلاهای سامری تو ذهن مردم حضرت موسی قوم از اونجا تأثیر گذاشت، عذر میخوام قارون، که بعدها سامری هم که میخواست مردم رو منحرف کنه گوسالش رو از چه جنسی ساخت؟ طلا. حب طلا رو تو دلا نشوند. قرآن تأکید میکنه قارون زینت القوم همراه داشت، از این ور تأکید میکنه سامری از زینت القوم گوساله رو ساخت. خیلی عجیبه. انقلاب آقا رسول الله هم مفاسد اقتصادی روش تأثیر میگذارن. اون موقع مفاسد اقتصادی بوده؟ بله. خب یک فتنه ای شد و امیرالمومنین رو پس زدن و چه اتفاقاتی افتاد؟ ابن خلدون اون مقدمش جلد 1 فصل 21 صفحه 277 به بعد بحث میکنه، میگه شروع شد بین آدما بعد از پیامبر فرق گذاشتن، شکاف طبقاتی به وجود اومد. هر کسی زودتر اسلام آورده بود بیشتر پول میگرفت. هر کی زودتر اسلام آورده بود، اگر از فلان عشیره بودی بیشتر پول میگرفتی. برای اینکه مردم رو مشارکت بدن درصد گذاشتن، سود میبردن از فتوحات. برو ایران رو فتح کن، هر چقدر گیر اومد 10% مال خود، 90% بفرست تو خزانه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که جهاد فی سبیل الله شد جهاد در راه گنج، جهاد در راه پول. نتیجهش چی شد؟ اسم میبرم اینا رو، همه رو از منابع برادران اهل سنت میگم. میگه زبیر 12 تا کاخ فقط تو مدینه داشت، 2 تا کاخ تو بصره داشت، 1 کاخ تو کوفه داشت، 1 کاخ تو مصر داشت، 4 تا زن گرفته بود. بعد از مرگش، بعد از کسر ثلث مالش، 1/3ش هم تازه گشتن کنار، به هر کدوم از زناش 1,200,000 درهم رسید. عرب اصلا عدد میلیون نداشته، میگفته الف هزار هزار. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 21 میگه قیمت اموال نقد زبیر 50,200,000 درهم بود. تو باید بفهمی این چه جلو امیرالمومنین ایستاد. چی شده؟ یهو علی اومده سر کار. چی داره میگه؟ میگه هر کی زودتر اسلام آورده یا دیرتر اسلام آورده برابر میبرن. عرب میخوای باشی، از قریش میخوای باشی، میخوای فارس ایرانی تازه مسلمان باشی، برابر میبرن. میخوای سیاه باشی، میخوای سفید باشی، برابر میبرن. داد و بیداد در اومد. امیرالمومنین فرمود کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه خفه شدن. کدومتون بیشتر از من در راه اسلام جنگیدید؟ همه ساکت شدن. کدومتون از من بیشتر با پیامبر فامیلید؟ همه ساکت شدن. گفت من هم با این غلامسیایی که کنارمه برابر خواهم گرفت. چی شد؟ یهویی طلحه و زبیر آراغ بدمستی زدن، گفتم بدبخت شدیم، این اگه حکومتش بگیره ما بیچاره. ندونه ریشه ها کجاست؟ یهویی مردم بیکار بودن با امیرالمومنین جنگیدن، همین تقریبا توخی خورد، شکماشون گنده شده بود از مال حروم. ادامه این مسیر چی میشه؟ میشه سال 61 هجری. امام حسین میفهمه چرا میخواد منو بکشید؟ میگن ملعت. میگن برای که من پسر علی. میگن بغضن لعبیک، از بابات بدمون میاد.
حضرت میفرد مل عطبتون رو کنم مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده، حرف حق رو نمیشنوید. امیرالمومنین میفرماد کسایی که مال حرام بخورن در فتنه ها، مخصوصا این فتنه های آخر الزمان، حق رو نمیتونن تشخیص بدن، فلذا سقوط میکنن، فلذا جهنمیان، یک ابدیت عذاب. ما خیلی افراد دیدیم به خاطر کنش سیاسیشون، به خاطر فهم سیاسیشون، به خاطر جبهه سیاسیشون، حاضرن زمین میخورن، سینه‌خیز همینجوری زمین رو لیس میزنن میرن، حاضر نیستن بلندشن دست پاشون بتکنه میگن اشتباه کردن. خیلی جالبه، یعنی شما با احمق‌ترین افراد مواجهید، از چه نظر؟ حاضرن به خاطر یکی دیگه برن جهنم، حالش یکی دیگه داره میبره یا میخواد برو بره جهنم. اینو فکر کنیم. مسئولی در مروج الذهب جلد 1 صفحه 434، من مجبورم این کتابا رو بگم صفحه هاشو، نگم غیر مستند حرف زد، میگه زبیر فقط 1000 رأس اسب داشت. لامصب تو مگه سوار چند تا اسب میشی؟ یه دونه بس نیست؟ اسب رو بگید ماشین. آره دیگه، 1000 برده و 1000 کنیز. اگر این فقط میخواست روزی با 3 تا از کنیزاش سلام علیک بکنه، میشد سالی 1000 تاش. باید سلام علیک کنه فقط. 1000 کنیز. اراضی زیادی به دست آورده بود. عبدالرحمن بن عوف، همون کسی که امیرالمومنین تو دور سوم انتخابات پس زد. 1000 نفر شتر. این شاسی بلند دوست داشته. 3000 رأس گوسفند. 100 اسب. طلای شمشش رو بعد از مرگش میخواستن بشکنن، ذوب نمیکردن، با تبر تیکه تیکه میکردن، تقسیم کنن، میگه دستاشون تاول زد. 10000 رأس گوسفند، مسعودی میگه بیشتر بوده، 10000 رأس بوده. 1/4 از 1/8 اموالش، 1/8 سهم زناش، باز چون 4 تا زن داشته میشده چی؟ 1/4 از 1/8 میشه 1/32. به یکی از زناش رسید 83000 درهم بود. طلحه یک آختو کوفه داشت، هر روز از عراق 1000 دینار براش قله وارد میشد. هر روز دینار نمیدونی یعنی چی؟ یه دینار 4.5 گرم طلاه. 1000 دینار میشه چی؟ روزی 4.5 کیلو طلا از عراق فقط براش میرسید. از ناحیه سرا حدود 1000 دینار طلا میرسید. تو مدینه یه برجی از آجر و گچ ساخت، 2,200,000 نقره و 200,000 دینار نقد داشت وقتی مرد. ابراهیم پسرش، نوش ابراهیم ابن محمد ابن طلحه، میگه 30,000,000 درهم نقره با بزرگمون به ما رسید. باغات و اراضیش به 30,000,000 درهم میرسید. ابن جوزی نوشته طلحه 300 نفر شتر داشت. سعد ابن ابی وقاص، بابای کی؟ عمر ابن عمر سعد. خب ببین بچه‌هاشون کیه؟ زبیر برات خوندم، پسرش میشه کی؟ عبدالله ابن زبیر. مختار نگاه کرده بود یادته؟ باید بدین اینا بچه هاشون چه چیا شدن، اینا که اینطور ایستادن جلوی امام زمان، پنجه کشیدن تو صورت امام زمانشون، از چیه؟ اثر چیه؟ حالا چه زبیری؟ زبیری که پیامبر بهش میگفت سیف الاسلام، زبیری که امیرالمومنین در وصفش میگفت ما زال از زبیر کان رجلن من اهل البیت، چیزی نمونده و زبیر از ما اهل بیت بشه. حتی نشع ابنه المشموم عبدالله، تا اینکه این پسر شومش عبدالله بزرگ شد. حب فرزند، حب مال. قرآن نمیگه این مال و فرزند فتنه است؟ میگه یا نمیگه؟ الکی دیگه، اینا برای قصه است، مادر برای بچهش تعریف، برای ما که نیست که اینا. قرآن برای ما نیست، قرآن برای خارجی هست. این آقای عمر سعد باباش 250,000 درهم نقره، قصری از عقیق ساخت، یعنی تیکه های عقیق استفاده میکرد، نه که تو کل دیواراشا، یعنی به عنوان تزیینات. بسیار هم وسیع بود، دور تا دورش هم پنجره زده بودن. طبقات ابن سعد جلسه صفحه 105، مروج و ذهب جلده یک صفحه 434. یعل ابن امیه رو باید بخونید، 500,000 درهم. یک کسا کسا اسماشون هم نشنید، بنی امیه چاق و چله شدن. کار به جای رسید، خود جناب خلیفه سوم عبایی که به دوش مینداخت، عبایی که فقط به دوش مینداخت، معادل 0.5 کیلو طلا قیمتش بود. و بعد از این شرایط کی میاد سر کار؟ امیرالمومنین. چی میگه؟ میگه میخوام مساوی تقسیم کنم. کیا باید ناراحت شن؟ اونه که بیشتر میگرفت.
جنگ نباید درست کنن. طلحه و زبیر اولین رفتن همسر پیامبر رو از تو مدینه برداشتن آوردن در بصره، یک جنگ درست کردن جمل. امیرالمومنین از این جنگ در نیومده، از این جنگ در نیومده صفین، از صفین در نیومده نهروان. 5 سال خلیفه است، 3 تا جنگ داخلی سنگین درگیر خودش کردن، درگیر امنیتی داخلیش کردن، 110,000 تا کشته. جوری شده بود آخر حکومت امیرالمومنین میگفتن علی زبانم 1,000 مرتبه لال، علی عرضه حکومت کردن ندارد، به معاویه رأی بدهیم. و امیرالمومنین میگفتن کاری کردن، امیرالمومنین بالای منبر شروع کرد گریه کردن. چه علی؟ علی خیبر شکن، علی اسدالله الغالب، بالای منبر شروع کرد گریه کردن. ابن ابوالحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه علی ریشاش پهن بود، پر بود، انقدر گریه کرد بالای منبر، ریشاش سیراب شد از اش، شروع کرد چکیدن بالای منبر، نفرین کرد، فرمود خدا مرگتان دهاد، ای کاش هیچگاه شما را نمی دیدم و ای کاش هیچگاه شما را نمی شناختم. به مردم داره میگه جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید. بالای منبر گریه میکنه، یاد میکنه از 3-4 تا از نیروهای با وفای خودش، میفهمد عین عمار، عمار کو، ای کاش عمار میبود باز او 4 تا حرف میزد بر مردم، باز او مردم رو توجیه میکرد. کجا رو بپام؟ به کوفه باشم، الانبار سروقه، یه کوفه برام مونده، نمیدونم قبضش کنم یا بستش کنم، بگیرمش یا بستش بدم، موندم با شماها چی کار بکنم؟ چون جامعه ستچاک شده اید و من چون خیاط، یک طرف را میدوزم یک طرف دیگر پاره میشود. حضرت میفهمه این طرف رو میدوزم اون طرف جر میخوره، اومدم اون طرف رو میدوزم اون طرف جر میخوره. یعنی من میخوام به شما بگم اگر امام جامعه حتی علی هم باشد، مردم پاکار نباشند، فاتحه آن جامعه خونده شده است و امام جامعه پشت منبر و بالای منبر گریه خواهد کرد و نفرین خواهد کرد و مرگ خودش را خواهد خواست. دیگه از امیرالمومنین بالاتر میخواد پیدا کنی؟ ها؟ خود رهبر انقلابشون میگه که ما رو با اهل بیت مقایسه نکنید، ما خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. علی امام معصوم امیرالمومنین اینجوری میشه. 50% جامعه امام جامعه است، 50% جامعه معمومه. اگه معموم پای امام نباشه، امام یه سنجاق نمیتونه جابجا کنه. جلو چشم امیرالمومنین اختلافاتی میافتاد، اصلا نمیتونه حرفی بزنه. در زمان خلیفه دوم یک سری حرفا آمد، یک سری بحثا آمد، یک سری چیزایی که برخلاف سنت پیامبر بود. امیرالمومنین نماز مستحبی رو جماعت می‌خوندن، نماز تراویح. امیرالمومنین به حکومت رسید گفت این پیامبر این کارو نمی‌کرد. جوری وا امتا وا اسلاما وا سنتا کردن، امیرالمومنین نمیتونست کاری کنه. جلو چشش این اتفاق افتاد، مجبور سکوت بود. اشعث ابن قیس رو که عثمان براش حکم زده بود، حکم آذربایجان زده بود، امیرالمومنین اول حکومتشون همونجا نگه داشته بود، بعد او رو فراخون آورد فرماندهی سپاه یمنی های سپاه خودش داد به اشعث. اشعث کیه؟ اشعث همان کسی است که دخترش امام حسن را به شهادت میرساند، پسرش امام حسین را، خودش قطام را با ابن مرجم آشنا میکند. یعنی خانوادگی ژن پدر سوختگی داره. بالای منبر امیرالمومنین نشسته، اشعث پای تریبون صداش در میاد، امیرالمومنین میفهمد اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر. اما همین منافق پسر کافر از امام علی حکم داره میگیره، حکم مسئولیت میگیره. چرا؟ بگید. چاره ای نداره، اینو بذاره کنار، کل یمنی ها رفتن اونور، کل یمنی ها رفتن اونور. میگه چیکار کنم؟ حزب اللهی هایی هم که دور امیرالمومنین را گرفتن، حزب اللهی های گیجی هستند. برای شما نگفتم، میگه نگید اینا رو، نگید. امیرالمومنین به هیچ وجه دوست نداشت محمد ابن ابی بکر حاکم مصر شود، نمیخواست. خیلی پسر خوبی بود، پا منبر امیرالمومنین بزرگ شده بود، خونه امیرالمومنین بزرگ شده بود. این پسر ابوبکر بود امیرالمومنین، یه برادری داشت جعفر، همسری داشت به اسم اسماء، اسماء بنت امیس. اسما شوهرش که جعفر شهید شد با ابوبکر ازدواج کرد، از او 2 تا بچه آورد، یه ام کلثوم یه محمد.
بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین با او ازدواج کرد، بچهای ابوبکر رو برد خونه خودش بزرگ کرد. اون ام کلثومی که میگن با عمر ازدواج کرده اینه، نه اون ام کلثومی که دختر حضرت زهرا است. تو منابع اهل سنت هم هست. محمد ابن ابی بکر خیلی هم طرفدار امیرالمومنین، اما حضرت میفرمان مصر پیچیدگی داره، مصر هزاران سال تمدن داشته، قبل تو امرؤاس اونجا حاکم بوده، تو نمیتونی. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب جوی در مدینه درست کرد که حضرت علی مجبور شد محمد ابن ابوبکر رو بفرسته مصر. چنان مطالبه عمومی به وجود آورد که حضرت علی مجبور شد. اینو در تاریخ نقل شد. نه محمد ابن ابوبکر رو اول میفرسته موفقش، بعد مالک رو میفرسته که مالک رو هم به شهادت میرسونن بین رو. تاریخ رو درست بخونی. نشستی فوش میدی به کوفه، نمیدونم کوفیا ال و بل، مبادا خودمون داریم اون مسیر رو میریم خبر نداریم. آقا جان به پیر، به پیغمبر، به همون امام زمانی که دارم برایش سخنرانی میکنم، من اگه اینجا دارم داد و بیداد میکنم، نه برای این جناح سیاسی نه برای اون جناح سیاسی، والله العظیم خودم در پیشگاه خدا دارم حاضر و ناظر میدم، میگم باید جواب بدم بابت این دقایقی پشت تریبونم. چنان مال حرام خوردن دیگه حق نمیدن. پولدار شده بودن یه پول میدادن، پول میدادن هزار نفر میریختن تو خیابون. واسه چیکارشون کنی؟ جوری تبلیغات کردن علیه امیرالمومنین وقتی به شهادت میرسه، مردم شام میگن چی شده؟ میگن علی رو تو مسجد با شمشیر زدن. میگه علی تو مسجد چیکار داشته؟ گذرش اونجا چیکار بود؟ چی رفته اونجا چیکار داشته؟ رفته چیزی بذاره، چیزی برداره؟ من بقیه ثروتو اینا رو دیگه نمیگم، سردرد میگیرید. امیرالمومنین میفرما تمامی اموالی که حالا امروزش کنیم به رانت برده اید باید به بیت المال برگردد. اگر اینا رو به اسم زناتون زده باشید، دیگه الان یه نفر ای که پول بالا میکشی میده به اسم بچهش میکنه، به اسم زنش میکنه، خودش میفته زندان، احصار میگیره میاد بیرون. درسته؟ پول هم اونور بالا کشته. گفت به اسم زنتون کرده باشید، کابین زن یعنی مهریش کرده باشید، پس میگیرم. خب این علی خطرناک نیست؟ این علی نباید شانتاج بشه علیش؟ کاری کردن مردم اواخر میگفتن چقدر مسلمان کشی را انداخی علی ها؟ او خلیفه های قبلی بهتر بودن، اونا میومدن با ایرانی ها میجنگیدن، با رومی ها میجنگیدن، با مصری ها میجنگیدن، این علی اومده فقط ما عربا داریم با هم میجنگیم، این به درد ما خوره. به امام حسن هم رأی ندادن، به معاویه رأی دادن، بیعت کردن. با معاویه برای چی بود؟ گفته اینم مثل باباشه، اینم مثل باباشه، بیا جنگ درست میکنه، ولش کنید باباشو. زمانی که فرمان هشت‌ماده‌ای مقابله با مفاسد اقتصادی که بالا 10 سال ازش میگذره زده شد، جدی گرفته نشد. سمینار مقابله با مفاسد اقتصادی گذاشته شد، پیام رهبری به این سمینار این بود بس این سمینارا جمعش کنید برید در عمل مقابله کنید. معاون قوه قضاییه اومده میگه که مسئولینی که خودشون باید مقابل با فساد و قاچاقدار کالا کنن، در اون خودشون و بچه‌هاشون چیه دست دارن. اینجا یک سوال پیش میاد برای من رائف پور، خب شما خودت مدعی العموم میمونی که باید برخورد کنه، خود شمایی که نه. این از قوه قضاییه. نماینده مجلس اومده میگه که آقای محمود صادقی، مجلس عزم مقابل با فساد ندارد. ببخشید شما خودتون نماینده مجلسید که. آقای جهانگیری از قوه مجریه، آقا فساد اینطور فساد اونطور، شاخص‌های اقتصاد خوبه، این تجمعاتی هم که صورت گرفته کار رقبای سیاسی ماست، یعنی طرفدارای مثلا رئیسی و لابد قالیباف اینا طرف، یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، همون کسی بود این کارا رو انجام بدم. میگه کی بود؟ کی بود؟ من نبودم، من یادی جوکی افتادم، ببخشید خود جوک مورد داره اما باید بگم، چاره نیست چیکار کنم. میگه 4 تا آقا با یه خانم سوار ماشین بودن، خانمم سر وضعش خیلی بد بود، جلو نشسته بود، بگیم جلو نشسته بود شر نشه. رسیدم پلیس اینا رو نگه داشت، گفت شما هم چه نسبتی دارید؟ این زنم از این سلیطه ها بود، داد و بیداد رو سرش و دروا جیغ های نشست رو زمین میزد، تو سرش موهاشو میکن، این چه مملکتیه؟ یه زن تنها نمیتونه جایی بره، من چه خاکی تو سرم بکنم؟ گفتم غلط کردم خواهرم بفهم. این رفت، او عقبی کارت دانشجویی نشون داد، اونم رفت، او یکی برگه مرخصی ادارهشو نشون داد، اونم رفت،
او یکی برگشت گفتش که آقا من بچه‌م مریضه، این دفترچه بیمارستانش ما بودش. او هم رفت، این راننده بنده خدا یکم اینور نگاه کرد یکم اونور نگاه کرد، گفت بله لابد فاحشه منم. الان من به این نتیجه رسیدم من باید با مفاسد برخورد کنم. من همش گردن منه. همش گردن بنده است، ما باید برم برخورد کنم لابد. این بی‌انصافیه ها. یه سخنرانی کردم قبل از انتخابات، من الان نمیخوام بگم که، تو قم سخنرانی کردم، برید گوش کن. گفتم اوضاع اقتصادی کشور مثل یک نارنجک زامن کشیده است که الان تو دست آقای دکتر روحانیه. کسایی که دارن تو انتخابات شرکت میکنن و رقیب ایشونن، آقای قالیباف، آقای رئیسی، آقای میرسلیم، آقای هاشمی طبع، حالا آقای جهانگیری که رقیب نبود، شرکت کرد تو انتخابات، آقای روحانی میخواد اینو به شما تقدیم میکنه. ای تو دست هر کی باشه چیه بگید؟ این روزو میدم. چرا؟ چون اقتصاد خوندم، چون میفهمم. از کجا میفهمم؟ خیلی واضحه. سال 82 83 اواخر دولت آقای خاتمی بود که مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد. خاطرتون بیاد. این بانک‌های خصوصی که تأسیس شد یک ویژگی داشت. اون ویژگی میدونی چی بود؟ 6-7 درصد سود بیشتر. این باعث شد کل سرمایه مردم بره کجا؟ تو اونجا. بانک‌های دولتی خالی شد از سرمایه‌ها. اینا داشتن سقوط میکردن. بانک‌های دولتی هم مجبور شدن چیکار کنن بگید؟ سود بیارن بالا. مسابقه سود دادن افتاد. این مسابقه سود دادن، بانک‌ها اینقدر سود در نمی آوردن. آروم آروم بانک‌ها رو انداخت روی ورطه. اینم گردن من. من بانک مرکزی بودم. اون موقع مسئول بانک مرکزی من بودم. الانم منم. من باید نظارت میکردم. کلن من راننده هم الان. وقتی پرسیده میشه چرا این ریشه آقا من یه دکشه روزنامه فروشی که نرخیه نه دکشه نه دکشه همچه چهار قد تو بنداز رو زمین، چهار تا پیچ و موره بذار روش، بگو اینا من دارم میفروشم، مثل عقاب با F14 میان رو سرت مجبس. درسته یا نه؟ سر نبش مهمترین اتوبان، خیابان، سه طبقه، جانم چی رفته بالا، بمب اتم تکونش نمیده. بعد من میرم اونجا، این بازنشست شدم، 5 میلیون تومان به من پول دادن برای بازنشستگیم. رفتم اونجا میبینم این میگه 22% میدم، یکی میگه چقدر؟ 23%. کجومی که میرم میذارم پولامو؟ معلومه 23% میرم میذارم. میگم این که در آخمه وجود این، یعنی وجود این که درش بازه، یعنی قانونی بودن. بعد رئیس یکی از اسم نبریم، ولش کن، سیاسیش نکنیم، یکم مسئولینمون اومده گفته مردم تو این بانک‌ها غیر معتبر نذارن، برن تو بانک‌های معتبر. ببخشید میشه بفهم مردم از کجا باید بفهمن کدوم معتبر کدوم معتبر نیست؟ اگه معتبر نیست چرا کرکرش نمیاد پایین؟ اگه معتبره چرا این نباید بذاره یه که سود بیشتر بگیره؟ درست شد؟ اینها باعث میشد که یه قارون‌های در جامعه شکل بگیرن، پرشه سوار بشن، گاز بدن تو خیابون، مردم ببینن بگن انه لذو حظ عظیم، چه حالی میکن فلان. ما چند درصد مسئولینمون خونشون بالای اتوبان همته؟ او میخواد خبر داشته باشه از من شبدالعظیمی؟ از من پایینی؟ مطالبه خوبی شکل گرفته. من از این مطالبه و این اعتراض درست هیچ نگران نیستم، منتها منطقی و عقلانی باید ادامه پیدا کنه. یک عده دوست دارن این مطالبه درست که فراجناهیه، از همه میخوان، میگن دولت جوابگو باش، مجلس جوابگو باش، قوه قضاییه جوابگو باش. درست یا نه؟ از همه میخوان. خیلی خوبه، دارن سیاسیش میکنن. یه تو دل این مطالبات یهویی نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران. این دیگه چیه؟ ما دقیقاً اسلام و قرآن میخوایم، ما علی میخوایم، نگاه همینجوری میخوایم، ما دقیقاً اسلام و قرآن میخوایم. کی میگه؟ خب این یعنی چی؟ من بگم اینا هدفمنده دیگه. وقتی این شعار داده بشه بحث چی میشه؟ ضدیت با قانون اساسی جمهوری اسلامی. وقتی تو بگی جمهوری ایرانی یعنی قانون اساسی داریم از زیر سوال،
چی میشه؟ میگه آقا من مجبوره برخورد چی میشه؟ وقتی داره میریزه میخواد بره ساختمان فرمانداری بگه میخواد ماچت کنن؟ ها؟ واسه نگاه کنن؟ دادگستری یه بانک چی واسه نگاه کنن اموال مردم بره؟ معلومه نگهبان مجبور به دفاعه. تیرکمو که دستش ندادن واسه گنجش دادن که. برای همین روزاست. یک عده عمدن این اعتراضات رو به اون سمت میبرن. هدفمند. وقتی شلوغه اینجوری که یه لیدر کل جمع به دست میگیره. چون جب احساسیه. اصلا من یه مثالی برای شما بزنم، کلیپی اومده بود بیرون از روز قدس، این کسی که داره شعار میده میگه مرگ بر اسرائیل، مردم میگن مرگ بر اسرائیل، این سرش بره تو کاغذ میاد بره حواسش پرت میشه میگه مرگ بر فلسطین، مردم میگن مرگ بر فلسطین، اصلا گوش نمیکنن. اگر من دیدم فرح پهلوی پیام داده که فرح خانم پیام داده که این همون اون همونی که جلو نشسته بود در رفته، من گردن گرفتم. خب آره، پیام داده که مردم ایران یه بار دیگه نور رو میخوان در مقابل تاریکی قرار بدن. یه ابله، یه بار دیگه یعنی خودت قبول کردی انقلاب 57 هم علیه ظلمت بود، یعنی علیه خودتون. یه حد حرف زدن خودت هم نمیفهمی چی داری میگی. کار بس بزن. یکی از این مسئولان آمریکایی امروز گفته که به ترامپ میگیم تو رو جون مادرتو دفاع نکن از این تعرضات، چون تو رو دیگه مردم ایران میشناسن. همین چند روز پیش بود، چند وقت پیش بود 3 میلیون اومدن تو صفت نظر گذاشتن، از ملانیا ترامپ گرفته تا اون یکی، همه رو آوردن جلو چشت. و اون موقع که خلیج فارس گفت خلیج عربی، گفت تو رو که میشناسن که، گفت تو هیچی نگو. مریم رجبی پیام داده اصلا چی؟ بنی صدر، بنی صدر گفته، بنی صدر گفته اینجوری شعار بدید، اینجوری بگید اونجوری. اینا باعث میشه فضا امنیتی بشه و فضای امنیتی مطالبات به حق مردم رو به ناکجا بده. مسئولینی که همیشه میگفتن مطالبه مردمی باید به وجود بیاد، مطالبه مردمی وجود نداره، مطالبه مردم نگذاریم سوء استفاده از روی مردم به حالشون به علوی و به هم میخوره. فکر نکنید اگر حالا 4 جا یه نفر اومد گفت نمیدونم رضا شاه فلان به هما، او از اون نیست، اون دو تا معنی داره. یکی از لج تو داره میگه، دو منظورش از رضا شاه میدونه چیه؟ جدیت در برخورد. میگن اون رضا خان بودن گرون فروش را انداخت تو تنور، نمیدونم چی، این منظورشونه. خب اگه مثلا شعار داشتن میدادن خلخالی روحت شاد، خلخالی روحت شاد، این یعنی چی؟ خلخالی به چی معروف بود؟ قلع و غم معتادا بود. هر کی میگه بیا اینجا ببینم. البته من خودم مشیشون رو قبول نداشتم، اما بهتون بگم اولا، اما الان مردم اگه دارن همچین شعار میدن، این منظورشون چیه؟ یعنی یکی بیاد این مفسدا رو دار بزنه، معنی این دیگه من متصور نمیشم. پس نمیشه از این ور خلخالی باشه از اون ور رضا شاه باشه، نه. این پس منظور معلومه چیه، منظور قاطعیت در برخورده. مسامحه مردم نمیخوان. عین خدا چجوری قارونو کرد تو زمین یهویی؟ هیچ از خودتون نپرسیدید خدا قارونو نابود کرد چرا ثروتشو مصادره نکرد؟ ها؟ اصلا میخواد طلا رو اول بشکونه، اول طلا رو بعد صاحب طلا رو. اگه طلا رو نشکنه این صاحب طلا رو باش برخورد کنه، یه صاحب طلا دیگه هم میاد سر کار. اینو خوب میدونه، این قوانین حساب شده است. اینا رو بذارید کنار چی؟ بحثا که راجع به اعلام بودجه صورت گرفت. خیلی عجیب بود. حالا تا سالهای قبلش هم بودجه، ما 5 سال دولت سر کار دیگه، تلگرام هم هست. شما کاشتم. آقا بودجه اینونم فلانجا اینقدر میلیارد بودجه. عمدتاً هم کجا رو میگفتن؟ جای مذهبی پخش شد. یه سریش هم صحت نداشت، مثلا نمیدونم بودجه اینا هم جامعه مصطفی 300 و نمیدونم 50 میلیارد زیر نظر آیت الله مکارم. اصلا جامعه مصطفی زیر نظر آیت الله مکارم می‌ساسن. دیگه پخش شد، دیگه وقتی پخش بشه دیگه چیه؟ رفته دیگه بجام. مردم از اون ور، بعد از اون ور خبر چی داره میشنوه؟ آذر تعطیل، اینا کجا تعطیل، فلانجا تعطیل، ها؟ کارگر از اون ور چی؟ مؤسسه مالی اعتباریم آرمان، فرشتگان، چی اینا همشون اینا دارن تعطیل میشه، اینا رو داره میبینه کنار همدیگه. یه هرسی مثلا، یعنی انگار کنهو حرفه‌ای درست حساب شد. آقای جیسون رضاییان جاسوسی که مبادله شد، ایشون تو اترمیه مشاور شخصا به خود اوباما مشاوره میداد، برای همین هم اینقدر دنبالش بودن. ایشون تا طعم آدامس مورد علاقه‌ای که مسئولین ما رو درآورده بود اینطور نزدیک شد.
یکی از جایی که داشت کار میکرد منابع آب تهران بود، یعنی برنامه ریزی این بود که تهران رو بریزن رو هم به هم، رو منابع آبش داشت کار میکرد. جالبه ایشون میگه من به اوباما اینجوری گزارش دادم 88 تهران فقط شلوغ شد چون اکثریت تهران به موسوی رای داده بودن، شهرستانا چون به احمدی نژاد رای داده بودن شلوغ نشد. اگر میخواهید این بار گسترده و کشوری باشه، مطالبه چی باشه بگید؟ کشوری فقره. این چقدر دقیق. بعد شما این اتفاقات یه تخم مرغ میره بالا، یعنی یه تخم مرغ گفت یه نیمروی درست میکنیم، یه نیمروی درست میکنیم. خب اینا رو کنار، بعد خبر چی میاد؟ بنزین میخوام میکنم 1500. طرف میره رو ویبره دیگه، من خدا میگه چه خبره؟ یارانه 30 میلیون هم میخوام قطع کنیم. یا امام زمان، ببین فکر کنید، یعنی قشنگ اینی یکی بذاشت تو زودپز همینجوری فشار 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 فشار، یا میترسه اصلا من رو خدا، یا چه خبر شده؟ بعد عملکرد ضعیف برخی از نهادها و عدم جبز موقع برخوردم شده خوب، رسانه‌ای نشده. بابا برداشتن امیر خسرو آریا بود، کی بود اعدامش کردن مفسده فرد. چرا فیلم اعدامش رو پخش نکردید؟ چرا نذاشتید مردم ببینن؟ این جیگر مردم حال میاره، حساب کار دست بقیه دزدا میاد، مردم اعتمادش رو تو برخورد کرده، خدا پدرتو بیامرزه. قوه قضاییه قبح خیلی از عدم برخوردها رو شکست، معاون رئیس جمهور کرد تو زندان، پسر هاشمی رو کرد تو زندان. اینا تا قبلش کاره باور نکردنی بودا اینا چه بود؟ اما اونجوری که باید رسانه میشد، بعد تسامح در برخورد شل گرفتن این داد مردم. یادتون نره قرآن گفت اونجوری بزنش زمین. حضرت موسی وقتی برگشت دیدن اینا گوساله میپرستن، اول کیو زد؟ ها؟ اول هارون رو زد، داداششو، گفت ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریشامو موهامو ول کن. میفهمی که اینجوری گرفته، یجره الی، میکشی سمت خودش. ببین شما یه جا شلوغ میشه، بچهای مهمونی اومدن خونتون دارن شلوغ میکنن، بچهای تو دارن بازی میکنن، تو اول سر کی داد میزنی؟ بچه خاله بچه خود بنده خود زیاد تو این فتنه هم زیاد تأثیری نداشته ها، اونا خیلی شرن. سر این که داد میزنی حساب کار دست بقیه میاد. حضرت موسی اینا رو که اینجوری زد، بقیه گفتن اوضاع خرابه، موسی بدجوری ریخته به هم، الان وقتش چی بشه؟ ما رو بزن. همون کارم کرد، شمشیر داد دستشون، آفتاب غروب کرد، ماه کامل نبود، چششو نمیدید، ماه نبود. گفت این شمشیر از دستتون، همدیگه رو بزنید، تو برای زنده موندن خودت مجبور شدی هر کی جلوت میاد بکشی. آفتاب که اومد یاری دید اب داداششو کشته، او یکی دید اب باباشو کشته. حضرت موسی میخواست بفهمونه که فتنه کوره، اگه بریزه به هم هیچ هیچ که نمیشه، نظم بریزه به هم فاتحه یک جامعه خونده میشه. اون موقع که مردم برای این داستان از 4 تا بانک شروع شد، غیر اینه باید از همونجا درست برخورد میشد. وقتی رفتن جلو مجلس، چرا یکی از این نمایندای مجلس پیاده نشد بگه آقا دردتون چیه؟ بری لای من. موقع رأی آوردن فقط اونجایید. همه اینا همزمان شده با زلزله هم شده. آره ببین وقتی اینجوری میشه بدون کار خداست، امتحانه. امنیت روانی ذهنی مردم هم دیگه گرفته میشه. وعده های پوچ و تخیلی و توهمی هم که دارن میدن الحمدلله. هی هر سال یه سال دیگه انشالله، یه سال دیگه درست کنم. اینا مردم میرسونه ببین که ناراحتن، نگرانن. ای بنزین هم 1500 بشه، اینا اونجوری اومدن بگن آقا نکنید این کارا رو. تو این دل این ماجرا اون کسی که این کارن میان سوار میشن. پس ما باید دو تا مسئله تفکیک کنیم، مثلا معترض رو از چی؟ پدر سوخته. اونی که اعتراض داره بر حقه، منم خودم جزو معترضینم. نه الان 4 سال دارم داد میزنم، همینا رو گفتم، کسی که سخنرانی بنده رو گوش میکنه شنیدن بارها. 4 سال 5 سال بنده ممنوع سخنرانی هم شدم تو برخی از نهادها، رامم نمیدادن، توجه نمیکردم، حرفم یک کلمه حرفم عقب نشینی نکردم، چون حق بود، از قرآن و اطرت داشتم میگفتم. اما این به این معنی نیستش که ما اجازه بدیم 4 نفر آدم نخاله بلندشن بیان بگن نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران.
این نمیفهمه. ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت منظورته؟ ها؟ اینو من نمیشم بفهمم. توی این هیروبیر دو تا موتور سوار بلند شدن برن حسینی درکه رو آتیش بدن. حسینی 100 ساله درکه که کل فرشش عتیقه بود. حالا بگیم مثلا فرشش به درک، حسینیه و حرمتش شکسته بشه. تو این هیروبیر پادشاه عربستان خوشحال و ازش توییت گذاشتن، دیدید ایشون گفتش ما ولیعهد هم پسره محمد بن سلمان که یمن رو به خاک و خون کشید، دیدید گفتیم جنگ‌های داخلی رو به داخل ایران می‌کشیم. اون مریم رجوی اونطور، بنی صدر اونطور، ترامپ اونطور، رئیس کنگره اونطور، یعنی اصلا یه وجدی اومدن، نمی‌تونن جلو خودشون بیان. اونای دیگه میگن آقا ساکت نگید، بگید معلوم میشه ما پشت. دشمن پشت سر اعتراض‌ها نیست، دشمن پشت سر اون پدر سوخته بازیه که داره شکل میگیره. یهوی شعارهای ساختار شکنانه، شعار ساختار شکنانه بحث و امنیتی میکنه، پلیس مجبور میشه برخورد کنه، پلیس که برخورد بکنه مقابله معترضین با مفسدان میشه مقابله معترضین با انقلاب. اونا اینو میخوان. بعد مردم هوشیار بشن، یه همچین کسی مراقب باشن. بابا کانال آمد نیوز روش ساخت کوکتل مولوتوف داشت یاد میداد. کوکتل مولوتوف میخواد چیکار کنه این؟ یعنی همچین ریختن مغازه مردم آتیش زدن، غارت هم کردن. اون کاسبه هم مال بدبختش بری چه خاکی تو سرش کنه الان؟ یه نونوایی پیدا نکردی صبح بری نون بخری برای زن بچت؟ ها؟ یه بقالی پیدا نشد بری یه سطل ماست بخری؟ ناامنی قیمت ها رو بیشتر میبره بالا دیگه. نه یه لوپ دیگه، یه چرخه است. اون موقع میخواد چیکار کنه؟ اون اینو میخواد. میدونید کی به ما صدام حمله کرد؟ صدام زمانی به ما حمله کرد که ما دچار اختلافات داخلی شدیم. شهرامون چی شد؟ ریخت به هم. کردستان ریخت به هم، خوزستان ریخت به هم، ترکمن صحرا ریخت به هم. ها؟ درسته؟ تمرکز سیستم امنیتی گرفته شد، یهویی یه صدامی رو علم کردن فرستادن سراغ ما. چه زمانی بود؟ خوب دقت کنید که ما مذاکرات انجام داشتیم میدادیم با آمریکا، مذاکرات الجزایر، و در اونجا آمریکایی‌ها به ما خیانت کردن. ما گروگان‌ها رو پس دادیم، اونا به ما کوفتم ندادن. دقیقاً عین ماجرا چی؟ الان و برجام. 5 سال گذشته یه لایک هم به ما ندادن تا الان. ندادن دیگه. بعد این دفعه صدامشون کیه؟ عربستان سعودی. اینا میخواستن انبارای شاه سر اسرائیل خالی نشه. سر کی خالی بشه؟ عربا. الان هم میخوان انبارای موشکی سر کی خالی بشه؟ عربا. آره دیگه، چیزی بحث موشکی رو پیش کشیدن؟ خیلی واضحه. عربستان، آره عربستان مثلا حمله کنه ما میزنیمش، با خاک یکسان هم میکنیم، مثلا فرضا اونجا اصلا شخ میزنیم بیابون، حالا خیارشور میکنیم. چی به ما میرسه؟ ها؟ هیچ. چی به ما میرسه؟ هیچ. پارس جنوبی 22 تا فاز اون بغل با یه موشک، نه همش نفت و گاز نزده داره میرقصه. 200 میلیارد دلار پول اونجا ریخته شده. 200 میلیارد دلار همه بره باد هوا. خب اونم چلاخ که نیستش که، از بالا شرق و غرب و از بالا و پایین بهش میدن. اونم 10 تا موشک میزنه. عربستان چیزی نه، کارخونه نداره ما بزنیم. اما کارخونه داریم و بزنیم. ببین هدف اینه. با برجام ما خلع سلاح مالی شدیم، خیالشون راحت شد که ما بمب اتم نمیتونیم داشته باشیم. شما میدونستید 2 میلیارد دلار هزینه های اتمی پاکستان عربستان میده؟ چرا؟ امریکایی ها میگن عربستان 2018 به بمب اتم رسیده. من نمیگم، امریکایی ها دارن میگن. میگم منتها جرئت نمیکنه بیاد تو، هم پاکستان داره نگه میداره. کار به جای رسونه فرمانده ارتش پاکستان انقدر پول داده، فرمانده ارتش پاکستان اومده میگه اگر ایران با عربستان وارد جنگ بشه ما با ایران را از صفحه روزگار محو میکنیم. پاکستان 100 تا بمب اتم داره، کسی با اون کار نداره ها. ما 3.5% غنی سازی کردیم با ما کار داشتن. ما تو برجام خیالشون راحت کردیم، همه چیو تعطیل کردیم که چی؟ ما بمب اتم نمیتونیم داشته باشیم. یعنی فضا رو ببینید. چرا اون موقع دقت بکنید بنی صدر سر کار، اختلافات داخلی فراوانه، دشمن میگه اینا اتحاد و انسجام
ندارن وقت زدنه، وقت زدنه دارن، ما رو به همون سمت میشبرن. پس ما معترض هستیم به فساد، اما اینو حسابو جدا میکنیم از اون کسایی که حرفای ناربط دارن میزنن، مزخرفات دارن میگن، و از اون طرف هم از مسئولین، قوه مجریه، دولت محترم، نمایندگان محترم مجلس، قوه محترم قضاییه، میخوایم بدترین و بدترین به معنی محکم و بهترین از شیوه عمل و حقانیت و حقیقت و عدالت با مفسدان برخورد کنه. مردم هم ببینن، مردم ببینن و برسن به مردم. اگر این اتفاق نیفته، اوزوکا خراب. یه مثال ساده براتون میگم، سخنرانی خیلی گفتم، خوب دقت کنید. اقتصاد ما 18 اقتصاد دنیاست. یعنی ما خیلی اقتصاد بزرگی هستیم. یعنی چی؟ یعنی پول تو ایران زیاده. وقتی میگیم پول تو ایران زیاده، شما تصورت میره سراغ پول نفت. نه، سخت در اشتباهید. برای پول نفت اصلا زیاد نیست. این مردم اشتباه میگن. بشین ضرب و تقسیم کنید. نفت بشکه چقدر میفروشی، ضرب و تقسیم کنی، میبینی میشه پول یارانه. یعنی تقریبا میشه پول یارانه. اما پول جای دیگه نیست، مالیات فلان و همان اینجور چیزا. ما باید حواسمون باشه. الان مثلا در بودجه 10% افزایش درآمد مالیاتی بوده. خب این از کیاست؟ از اون کسایی که مالیات نمیدادن نیستش که جدید بری بگیری. از اون کسایی که مالیات میدادن. خب بدبخت دیگه اینجوری باید در تا کارخونه تعطیل کنه. اینا باید فکر بشه گوش همینجوری نباشه. مردم رو ذله بکنی. کنا اصلا یک جوری بعضی موقع این خرابکاری ها چیزی که انگار برنامه‌ریزی کردی. یعنی برنامه‌ریزی کنی خراب کنی به خوبی نمیتونی خراب بکنی. وای خود دقت بشه. من یه مثال برای شما میزنم. آقا من بقالم، اون یکی نونوا، اون یکی قصاب، اون یکی مکانیک، اون یکی مبفروش، اون یکی نمیدونم چی. من پولدار شدم، 100,000 تومان پول دستم، رفتم از قصاب گوشت خریدم. قصاب پولدار شده، گفته این مبلامو عوض بکنم. اون مبفروشه میگه حالا که خیلی وقت ماشین ما قرقر میکنه، بریم ببینیم چه مرگشه. اون مکانیکه حالا پولدار شد، میاد از من بقالی دوباره خرید میکنه. اگه دو تا شیر میخرید، 3 تا شیر میخره. اگه یه سطل ماست میخرید، 2 تا سطل ماست میخره. پول من به جیب خودم برگشت. هممون هم به چیزایی که میخواستیم رسیدیم. فقط کافی مسئولین ما پول بین خود مردم ایران به چرخش در بیارن. مثلا قرار نیست خارج پول بیارن. مثال، وقتی من میرم از فرانسه آب معدنی وارد میکنم، دونه 30,000 تا 45,000 تومان چه معنی داره؟ یعنی ما تو همکه آب نداریم؟ آب خوردن؟ خب لام از سبی چه فرقی داره؟ اینم هاشتوه، اونم هاشتوه، نکنه آبای فرانسه مثلا نمیدونم هاشته اوه، نمیدونم چی چیه اونجا. شطور بری از آلمان وارد بکنی؟ شطور من رفتم خراسان جنوبی، گفت استاد مراقب باش پشت رول. گفتم چرا؟ میگه هر لحظه شطور ممکن من تو جاده. بس که اونجا شطور ریخته بود. پرورش شطور است. بری از آلمان شطور چوب بستنی وارد کنی، مربا وارد بکنی. میگه زیره به کرمون میبرن. حکایت همینه. داد رهبر مملکت در اومده، حرم امام رضا گفت آقا اگه یه چیزی معادل داخلی داره برید خارجیش رو بخرید، حرامه دیگه. به عنوان مرجع تلگو حرام شرعیه، مثل همون فتوای توتون و تنباکو حرامه. آب تو مملکت هست از خارج برداری بیاری. خب کی اینا رو داره وارد میکنه؟ کی مجوز ورود اینا رو داره میده؟ هر یه دونه از این پولا که رفت بیرون، یعنی یکی از ما بیکار شدیم. بهتون بگم اون چرخهه، بجای من برم از توی قصاب ایرانی بخرم، برم قصاب خارجی بخرم. این جهودا روی کالاهایی که میخرید دقت کنید، یه دونه دایره کوچیک، یه سی توشه، 1 میلیمتر قطر این دایره است، کوچیک. این میبینید حرف اول کاشره. یهودی ها میفهمن اینو یه یهودی تولید کرده، همونو میخرن که پولشون به یهودی برسه. اینطور دقیق، اینطور حواس جمع، 15 میلیون نفرن تو کل دنیا. یهودی کل کره زمین 15 میلیون. کل اقتصاد دنیا، رسانه دنیا، حکومت‌ها رو تو دنیا اینا کله پا میکنن، دستشون گرفتن. برای که با همن. برای که اجازه دخالت نمیدن به دشمنشون. پس این غلطی که هر جا یه نفر یه حرفی زد بگه این کار آمریکاست. نه. از اون طرف هم چی؟ از اون برای بوم بیفتی. اونم غلطه، بگی نه آقا همه اینا مردمن. نه خیر، آدمی که داره شعار علی قرآن میده مردم نیست. از قضا من همین دیروز چارا ولی است، خیلی کسی که همین چارا ولی است، هیچ کدوم اینا گشنه ها نبودن، قیافه و تیپاشون معلوم بود. عمدن میان این بحث میکنن که فضا رو امنیتی کنه، که اصلا مطالبه اصلی مردم بمونه زمین. مردم ها هوشیار باشن.
بله من یه چیزی به شما بگم، نکته آخرمو یه نکته دیگه، یعنی یکی مونده به آخر اینجوری بگم. دقت کنید، زمانی که شمشیرای مالک رسید به خیمه شام، درست یا نه، دور خیمه علی ابن ابی طالب ریخت، بگید به هم. گرفتی چی شد؟ گفت مالک برگرد، الان صدای چکاچاک شمشیر زنای ما تو شام رسیده بیخ گوش مرز قنیطره، مرز اسرائیل. برنامه چیه؟ بگید. این طرف خیمه علی دور شلوغ بشه. این برنامه است. منتها یک نکته همینجا بگیم، زهی خیال باطل، زهی خیال خام. این خبرها نیست. ما نخواهیم گذاشت تاریخ تکرار بشه. من اینجا نگاه نکنید، دارم سخنرانی میکنم. پاش بیفته اگه بخواد آرمان 230,000 تا بچه که خون دادن توی مملکت، شهید شدن، اسمشون سردر خیابوناست، به خطر بیفته، همه همون کفن تنمون میکنیم. برنامه ریزی منافقها این بود با تکفیری ها که در داخل ایران در دل تجمعات کور ترورهای هدفمند انجام بدن. الان بحث مطرح شده، میگن چند تا گروه داعشی دستگیر شدن که قرار بوده تو همین تجمعات خون و خون ریزی رن. سوریه رو اینجوری ریختن، من میدونه دیگه. سوریه تو یه شهر مردم نسبت به عملکرد فرماندار مشکل داشتن، یه شهر اومدن تو خیابون، مثل همه شهرها تو مملکت خودمون قبلش بود، بعد این خواهد بود، کل دنیا، انگلیس، آمریکا، مگه ندیدی تو خود آمریکا چقدر تظاهرات انجام میشه؟ اومدن تو خیابون، دقت کنید، یهویی از داخل جمع یه نفر شلیک کرد به پلیس، پلیسو کشت، 8 پلیس کشته شدن، رگبار بستن. پلیس هم شروع کرد به سمت مردم چیه؟ شلیک کرد. خون که ریخته شد دیگه تموم شد، چون خون خون میاره. اینی که با کشی داداشش میاد، باباش میاد، پسر عموش میاد، بچه محلش میاد، هم مسجدش میاد، ها، هم کلاسیش میاد، یه نفر میبینی 40 نفر میکشن و میاره. خون بگیرید، خون باید یه خونی ریخته بشه، اون پیرهن علم بشه. این داستان براتون قبلا جایی نشنیدید؟ پیرهنه خود معاویه کشت عثمانو با مروان، با همکاری مروان کشتنش، پیرهن خونیشو بردن شام علم کرد. معاویه داد میزد میگه علی تو کشتی. چرا؟ کسایی که عثمانو کشتن بعدش اومدن با تو بیعت کردن، پس کار تو بوده. دو، حسنین با لباس خونی امام حسن و حسین تو ماجرا دیده شدن. جالب اینجاست که امیرالمومنین امام حسن و حسین فرستاد خونه عثمان دفاع کنن. امام حسن در دفاع از خونه عثمان تیر خورد. بلازری تو انصاب الاشراف می‌نویسه. منابع اهل سنت. این که داشت میگفت ما حسنین را با لباس خونین در میان مردم دیدیم، این حرف دروغ بود؟ نه. اما کجا، برای چی؟ سه، یا علی ما به خاطر داریم، خوب گوش کن، نیک به خاطر داریم که تو و جناب خلیفه شهید در دور دوم انتخابات، این دیگه خلیفه دوم بعد خود 6 نفر گذاشت، گفت یکی از شما بشه خلیفه. امیرالمومنین و عثمان رفتن دور دوم که عبدالرحمن ابن عوف شرطی گذاشت، با امیرالمومنین حضرت علی قبول نکرد، با عثمان بیعت کرد و شد. گفت نیک به خاطر داریم تو و خلیفه شهید به دور دوم رفتید و به خاطر لیاقت‌های خلیفه شهید تو رأی نیاوردی. یعنی اینو چی به مردم، به خورد مردم داد؟ بگید. تو کینه داشتی از قبل، زمینه‌شو داشتی. 4، اگر راست میگویی کاری نبودی، چرا دادگاه قاتلان عثمان را برگزار نمی‌کنی؟ گفت چرا اینا دادگاهی نمی‌کنی؟ 5 سالم حضرت خلیفه بود، دادگاهی بگید نکرد. کیو دادگاهی میکرد؟ 600 نفر از صحابه در قتل عثمان شرکت داشتن. هر کدوم از این صحابه رئیس یه عشیره است. هر کدوم اینا 1000 نفر آدم داشته باشه میشه 600,000 نفر آدم. میبینید چیه؟ جالب، خود معاویه بعد امیرالمومنین به خلافت میرسه، درست یا نه؟ خودش چرا برگزار نمیکنه دادگاه؟ اون موقع شعارشو داد، لافشو زد حکومت رو بگیره. بله نمیتونست. یه سوال خوب ازتون میپرسم، حضرت موسی اومد این کارا رو کرد، سامری رو گرفت یا نه؟ گرفت، کسی که دستور بت پرستی داده بود.
از بنی اسرائیل کشته شدن به خاطر بت پرستی. کسی که بت ساخته بود حضرت موسی نکشت. چرا؟ گفت لامساس، تو فقط در تماس با مردم نباش، برو کنار. از مردم دورش کرد، حصرش کرد. چرا؟ نمیشد کشتش. چرا؟ نوه حضرت یوسفه، نمیتونی دادگاهیش کنی، نمیتونی چی؟ بکشیش. حضرت علی هم نمیتونست اونارو دادگاهی کنه. یه روز در مسجد حضرت داره سخنرانی میکنه، حضرت میفرماد کدوماتون تو قتل عثمانتون ماجرا بودید دور خونه عثمانتون تحسن؟ 90% مسجد بلند شدن. حضرت فرمود کل 90% جامعه رو برم دادگاه؟ و شدنیه؟ بعد تازه میبرد دادگاه، امیرالمومنین مثلا برای آقای ایکس 10 سال زندان مینوشت. مردم گفتن این 20 سال زندان حقش بوده. 20 سال مینوشت، این 50 سال حقش بوده. 50 سال مینوشت، یه حبس ابد بوده. حبس ابد میکرد، یه اعدام بوده. شبهات برطرف نشد. سال 61 هجری گفتن آخ جون پسر علی یه جا گیر افتاده. کیا؟ طرفداران کی؟ عثمان. بهش گفتن عثمانی. ریختن، عاشورا درست شد. برای چی شعار میدادن کسی که ما حسین میخواستن بکشن؟ میگفتن یال سارات العثمان. برای چی میگفتن بغزن لعبیک؟ میگفتن بابات قاتل بوده. با یه پیرهن خونی رفت بالا، از این طرف منبرم انگشت بریده دست زن عثمانو گرفت بالا. حالا معلومه نیست انگشت واقعا مال اون بود یا نبود، مگه مردم دیده بودن مثلا؟ همه انگشت شکلشو میشناختن. اینجوری معاویه فتنه کرد. یعنی شرایط جامعه رو شما نگاه بکن. حضرت علی چیکار کنه؟ خودتون بذار جامعه میرن مومن، خونه 5 نفره خودتون نمیتونی جمع بکنی. چیکار میتونست بکنه؟ بعد جنگای داخلی هم براش درست کردن. حواسمون جمع باشه عزیزان. من فکر میکنم یک خیلی از سوالاتتون جواب دادم با بحث تاریخی که کردم، که یه جایی چرا دادگاهی برگزار نمیشه، یک جایی چرا نمیشه کاری کرد که اعدام کرد، فقط بعد یه گوشه‌ای بذاریش کنار. حضرت موساش نتونسته بکنه، حضرت امیرالمومنینش نتونسته بکنه. 13 میلیون به این نفر رأی دادن، میگه میشه اعدامش کرد به این سادگی ها. خطرات امنیتی میخوام برای کشورم باشه. من الان نمیگم، اون عزیزان مخصوصا جوونه که سخن منو گوش میکنن میدونن، بنده 3 سالو دارم میگم. گفتم پیوند تجزیه طلبا، منافقا و تکفیری ها برنامه‌ریزی جدید ایناست. شما به این دقت کنید، وزیر اطلاعات سابق عربستان رفته با مریم رجوی ازدواج کرده. یعنی چی؟ این پیوند، یک پیوند سیاسی برای یک هدف مشترک. آقا توی شلوغی شد، یه نفر یه کلتی در آورد، ها نمیشه این همه قاچاق داره میاد، یه کلت نمیشه وارد کرد، کشت یکیو. حالا مردم میگن کی کشته؟ لابد پلیس کشته. حالا یه خون ندا آقا سلطان یادتون رفته؟ یه قانونی دارن امریکایی تو رسانه‌شون به اسم قانون طلایی، طلایی رسانه. این قانون میگه شما هیچ خونریزی نباید تو اخبار پخش کنید. 11 سپتامبر رو یادتون بیاد، 3-4 هزار نفر آدم کشته شدن، 2 تا ساختمون ریخت، یک قطره خون شما ندیدید. دیدید؟ اصلا. فقط خراب شدن ساختمون‌ها نشون میده. هیچی نشون دیدید شما؟ اصلا نشون نمیدن. چون برخلاف قانونه. 9 ماه تمام پیکر غرق در خون ندا آقا سلطان تو رسانه‌هاشون بود. اونجا چرا آره؟ برای اینکه اونجا همون کسی که داره فیلم برداری میکنه اون بغل وایسته کنار ندا آقا سلطان، در کمتر از 1 ماه کنار شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل سر در میاره. آره یه جوونه میکشن، میگم بیا 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 فوش بده، میکشن تو کوچه. اون این کارن دور دیدن. الان این تو کانال تلگرامی نشته چجوری گارد ویژه رو دور بزنیم، چجوری اگه اسپری زدن چجوری موافق. اینا کسی نیست آدم عادی بلد باشه، یه سیستم امنیتی پشتشه. فکر نکنید بچه بازیه. در انتهای اینو عرض بکنم که ما 40 ساله 39 ساله در از انقلابو میگذره. بالا پایین زیاد داشتیم، من خودم جزو منتقدینم، اما اینو میخوام به شما بگم، ما 30 سال پیش داشتیم تو خوزستان میجنگیدیم، درست یا نه؟ الان کجاییم؟ Times of Israel اسم یک روزنامه است،
میگه ایرانی ها بعد از 2500 سال دوباره به مدیترانه رسیدند. میگه بعد از کوروش و داریوش دوباره ایرانی ها به مدیترانه رسیدند. فکر میکنید اونا رو نگران نکرده؟ نظامی دیگه نمیتونن با ما وارد بشن. فقط یک راه داره. چیه؟ داخل. بخشیش کار دشمن. منم قبول دارم. من کارم دشمن شناسی. اما بخشیش هیچ ربطی به دشمن نداره. گیجه مسئولین خودمون. باید حواسشون رو جمع کنن. بچه بازی نیست مملکت داریم. انقدر دلم به حال رهبری سو خدا شاده امسال عید. من دیدم ایشون تو حرم امام رضا کار به یه جایی رسیده دیگه داشت آمار سدسازی میداد. رهبر مملکت داشت آمار سدسازی میداد. رهبر مملکت 9 ساله داره پشت سلام سالار اقتصادی اعلام میکنه. این روزو میدیده. میگه اقتصاد رو درست کنید. از خارج وارد نکنید. قاچاق کالا درست نکنید. برید برخورد کنید. خودش وارد بشه مردم میگن شرمنده ما 23 میلیون رأی دادیم مگه دیکتاتوریه؟ نماینده مجلس انتخاب کردن مگه دیکتاتوریه؟ میشه دیکتاتوری. حکم حکومتی بده هر بار حکم حکومتی استفاده میکنه میگن دیکتاتوریه. حکم حکومتی نده میگن بچه باشید نگاه میکنی. نه فقط الان به امیرالمومنین میگفتن. حضرت علی 10 ضربه شمشیر فاصله داشت صفین رو ببره. 10 ضربه فقط تموم بود. رسیده بود کله معاویه مال کشتر. 10 ضربش گردن معاویه بود. دور خیمه امیرالمومنین شلوغش کردن. گفتن یا علی ما باید با مذاکرات ادامه بدیم. جنگو بزنیم کنار. تقاضای مذاکره کردن. کی طرف تقاضای مذاکره کرد؟ معاویه دیگه. قرآن‌ها رو گرفتن سر نیزه. این طرف هم تو سپاه امیرالمومنین گفتن آره. حضرت فرمود من بهتون میگم به قرآن شمشیر بزن. گفتن او علی چیکار میگی؟ چی میگی تو؟ حواست پرتا. فکر کی تو؟ قرآنو. مذاکره. حضرت مجبور شد. امام معصوم بگید مجبور شد. گفت باش. گفت کی بفرستیم بر مذاکره؟ حضرت فرمود مالک. گفت چون این پیروزی دستش بوده شمشیر دستش بوده اون از این میترسن. بعد آدم حواس جمعی هم هست گول نمیخواد. گفتن نه مالک خشنه بره دعوا درست میکنه. حضرت فرمود باشه ابن عباس بفرست. گفتن نه حضرت فرمود جندب عزیز رو بفرستن. گفتن نه حضرت فرمود کی؟ چی گفتن؟ ابو موسی اشعری. گفت از این خلتر نبود یکی بری بگرد پیدا بکنید؟ از این پخمتر کسی نبود؟ از این ساده لوحتر و نفهمتر کسی نبود؟ بعد گفتن نه الا بالله همین ان الحکم الا لله. دوباره شمشیرشون رو بردن بالا. حضرت گفت باش. رفت مذاکره که شکست خورد. رفت شکست خورد و اینا اومدن. حضرت امیر فرمود عیبی نداره شکست خوردین. هیچ ایرادی نداره. تنبیه شدید یا نه؟ درس گرفتید یا نه؟ قبول. عیبی نداره. ضرر کردیم میدونم. پولامون رفت. درس گرفتید یا نه؟ گفتن نه. برای چه؟ گفتن باید توبه کنی. حضرت علی گفت من چرا باید توبه کنم؟ چرا حرف ما رو گوش دادی؟ خدا شاهد تاریخ بخونه آدم جیگرش آتیش میگیره به حال امیران. تمام این مذاکرات زیر نظر خود تو انجام شده. گردن تو میخواست جلو ما رو بگیری. گفت جلوتون رو میگرفتم که شمشیر کشیده بودی میخواستی جنگ رو بندازی تو بین خودمون که نه پترسیدی. اصلا بنده احساس میکنم خدا عمد از روی عمد داره تاریخ رو چکار میکنه تا پوستمون رو بکنه. به خدا میخواد بزنه تو دهنمون. بعد ما آخه فوشخوار کوفیا ملسه میشینیم پا میشیم ما اهل کوفه نیستیم. هی فوشی با کوفیا میدیم. خدا میگه بسم الله برای خودت پیش میارم ببینم تو هم چیه تو کدوم وری. من گفتم ما نخواهیم گذاشت تاریخ تکرار. منتها الان فضا فضایی که باید همه چیز مسالمت آمیز بگیری بشه. بعضی از این کشور خارجی آروم میان صحبتشون رو میکنن نقدشون رو میکنن حرفشون رو میزنن نمایندهشون میکنن چقدر خوب. بعد آروم اجازه ندیم کسایی به شورش بکشونن به سنگ و آتیش زدن و اموال مردم رفته آتیش دادن. دیروز این چیای نرده های بیارتی رو دارن میکنن. آخه اون پول مالیات مردمه. مردم باید باز دوباره شهرداری باید بیشتر عوارض بگیره همون رو دوباره درست کنه. آبا به اموال مردم چرا آسیب میزنید؟ نه این عمدیه. میخوان هیمنه امنیتی جمهوری اسلامی رو بشکنن. چون نکید کل منطقه ریخ به همین باثبات موند. میخوان بگن نه اینم میریزه به هم. باید مردم هوشیار باشن. دقت کنید تو شبکه مجازی فضای مجازی هر دریوری خوندید صحت نداره. هر جا دعوتتون کردن اینجا این کاری کن اونجا کن اینا جدی خطرناکه. اصلا خطر جانی برای خود آدم ممکن داشته باشه. من چه کسایی میان اونجا چه پروژه هایی دارن. خب سرتون رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج
قطب عالم کن حضرت صاحب الزمان صلواتی نت بفرمایید.